تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعد ما احاط به علمه. الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه، ما هم چند دقیقه تفسیر میگیم. الان سوره اسراء جزء 15 هم آیه 15 هستیم. بشنویم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هر کس هدایت یافت به سود خیش هدایت یافت، هر کس گمراه شد به زیان خودش گمراه شد. میخواد بگه ایمان شما و کفر شما ضربه به خدا نمیزنه. این مثل را همیشه من میگم، رو به خورشید خونه بسازی، مسکن شما خونه شما نور و حرارت داره. پشت به خورشید خونه بسازی، از نور و حرارت محرومی. شما رو به خورشید خونه بسازید، چیزی گره خورشید نمیاد. پشت به خورشید خونه بسازید، چیزی از خورشید کم نمیشه. ایمان به خدا بیاریم، چیزی گره خدا نمیاد. نسبت به خدا کفر بورزیم، چیزی از خدا کم نمیشه. فایده هدایت برای خود شماست، ضرر گمراهی برای خود ماست. از این معلوم میشه انسان آزاده. من اهتدا من زله، هر که بخواد هدایت بپذیره، ترکیب خود گمراه بشه، پیداست انسان آزاده، میتونه حق قبول کنه، میتونه آزاده. ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس گناه کسی را نباید به عهده بگیره. نقل میکنن زن حامله ای خلافکار بود، خواستن شلاقش بزنن، حضرت امیر فرمود چرا شلاقش بزنید؟ خود مادر خلاف کرده، بچه تو شکمش چه گناه کرده؟ شما مادر تنبیه میکنید، ضررش به بچه هم میخوره. ولا تذر و وازرت هم وزر اخرى، نباید کسی، هیچ کس بار گناه دیگری رو به دوش نمیکشه. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب کننده نبودیم مگر اینکه پیغمبر بفرستیم اتمام حجت کنیم. یعنی باید قانون بیاد، قانون بیان بشه، بعد از بیان قانون ببینیم که خلاف میکنه. به قول طلبه ها و حقوق دانا میگن قبح عقاب بلا بیان درست نیست. قبح یعنی عقاب بدون بیان قبیحه. خب اول مثبت ها رو بگود بعد منفی ها رو. اول میگه من اهتدا، بعد میگه من ضل. هر که هدایت پذیره، هر که گمراه بشه، اول از هدایت صحبت بشه. این در گفتگو از مثبت ها صحبت کنیم. و سنت خدام اینه که تا برای کسی یا برای امتی اتمام حجت نکنه، پیغمبر نفرسته، حق بیان نشه، کسی را عذاب نمی کنه. بسیاری از مردم دنیا که صدای حق را نشنیدن و مردن، اینها جهنمی نیستن. خدا کسی مرد جهنم که حق را بشنود و لجبازی کنه. اگر صدای حق به گوشش نخورده باشه مسئولیت نداره. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ایم که حتی نبعث رسولا پیداست عقل کافی نیست. ما نیاز به رسول داریم. دلیل اینه که عقلم کافی نیست پشیمونیه. خیلی دلیل روشنی. هر انسانی بارها و بارها پشیمون میشه. پشیمونی داریم که عقلش کار نمیکرده، یعنی عقلش کوتاه بوده. اگر انسان عقلش کامل باشه هیچ وقت پشیمونی میشه. پشیمونی داریم که عقل ما کوتاست، انتخابمون هم غلطه. اگر انتخاب انسان درست بود هیچ کس همسرشو طلاق نمیداد. آمار طلاق رو کره زمین دلیل بر اینه که انتخاب انسان بسیاری از وقتا کج میره. عقل ما کوتاست، انتخاب ما ناقصه. به چه دلیل؟ به دلیل پشیمانی ها. عقل ما کوتاست، طلاق ها، انتخاب ما ناقصه. ما نیاز به پیغمبر داریم حتی نبعث رسولا. آیه 16 رو بشنوید. و
و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. یه وقتی ما میخوایم کسی را هلاک کنیم چه میکنیم؟ امام رضا فرمود که خدا میگه این میخوایم کسی را هلاک کنیم مشروط به فسق انسانه. خداوند ارحم الراحمینه. الا ما رحم ربی ولی ذالک خلقهم. میگه رحم ربی، رحم خدا رو مطرح میکنه، بعد میگه ولی ذالک خلقهم. خداوند مردم خلق که برای رحم، اساس آفرینش بر اساس رحمه. رحم ربی ولی ذالک خلقهم. پس این دیگه میگه اگه اذا اردنا ان نهلک قریتن، وقتی ما اراده کنیم یه قریه منطقی رو هلاک کنیم، قریه مال روستا نیست، محل جمعیت میگم قریه، حالا چه شهر چه روستا. تو ذهنه اینه که قریه یعنی روستا، نه، قریه یعنی مجتمع، جایی که مردم جمع شدن، چه شهر چه روستا. وقتی میخوام یه منطقه رو هلاکت کنیم به خاطر عملشون، برنامه اینه که امرنا مترفیها، یعنی ما به افراد خوشگذران دستور میدیم، مثلا میگیم انفاق کنید، تقوا داشته باشید، دستور میدیم راه این... یعنی میخواد بگه شیوه عذاب چیه. یک، ما دستوراتی میدیم، امرنا مترفی، مترفی یعنی افراد خوشگذران، به افراد خوشگذران یه برنامه هایی میدیم، میگیم برنامه شما اینه که به شکرانه که این نعمت دارید این وظیفه هم دارید، خمس بدید، زکات بدید، انفاق کنید، تفقد کنید، رحم کنید، چی چی دستوراتی میدیم. ولی ففسقوا فیها، اینها در این دستورات ما از گردون خارج میشن، یعنی بی اعتنایی میکنن. وقتی بی اعتنایی کردن فحق علیها القول، اون قول ما، اون وعده عذاب، بله، شامل اینها میشه. فدمرناهم تدمیرا، یعنی اینها با سختی در هم میکوبیم. خب یکی از شیوه های قهر و کیفیت خدا رفاه زندگی و فرو رفتن در نعمت هاست. میگه او کسی که در مقابل دستور انبیا زودتر از همه شاخشونه میکشه خوشگذرونو هستن، مرفهین بیدرد. و این وجود این مترفین و مرفهین بیدرد است که زمین ساز قهر خداست. یعنی وقتی رؤسای مرفه کج شدن، مردم هم رد کج میشن. قرآن صحنه رو نقل میکنه که افرادی میگن انا کنا لکم تبعا، ما عقب شما بدیم بدبخ شدیم، کاش گوش و حرف شما نمیدادیم. یعنی افراد مرفه هستن که به خاطر حفظ رفاهشون و رسیدن به رفاهشون دست به هر تجاوزی میزنن. یه سری عوام هم میخوان به اینا بشن، میگن یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما هم مثل قارون بودیم. انه لذو حظ عظیم، او حظ میبره، او کیف میکنه. این چشمشون به چشم مرفهین بی درده. و اینها هستن که قبل از هر کسی در مقابل انبیا شاخشونه میکشن، مخالفت میکنن، با پیغمبر ها گوش نمیدن. ولی خب خدا برنامهش اینه که دستور میده اینها مخالفت میکنن، یه مدتی هم برای توبه خداوند حلیمه، عجله نمیکنه. ولی دیگه وقتی اینها از فرصت استفاده نکردن، توبه نکردن، قلقم میکنه. تدمیرا، تدمیرا یعنی یک قلقم خیلی با شدید، عذاب خدا شدیده، تهدیدهای خدا رو جدی بگیرید. خب آیه 15 و 16 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.